شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان که در کابل هستند میگویند به زودی از بحر آغاز گفتگوهای صلح با طالبان راهی دوحه می شوند. حبیبه سرابی یک عضو این هیئت میگوید که با رسیدن هیئت‌های دو طرف به دوحه گفتگوها را درباره نهایی سازی آجندای مذاکرات صلح اثر خواهند گرفت. امیدوار هستم که به حرفشان پابند باقی بانند و گفتگو را به صورت جدی آغاز کنند. در حال حاضر بیشترین عضوهای هیئت‌های جمهوریت در کابل و از طالبان هم در پاکستان هستند. هیئت جمهوری باور دارد که این بار طالبان آماده آغاز مذاکرات معنادار شدند. امیدوار هستم که اول مذاکرات سرعت بخشیده شود، در ثانی با حضور تسهیل کننده مطابق با آجندا به طور دوامدار پیش برده شود. منابع میگویند که همزمان با پیشرفت در رهایی 7000 زندانی طالب، این گروه آماده شرکت در نشست‌های صلح شدند. مذاکرات در دوحه مذاکرات موفق نبوده، نتیجه نداشته. هنوز هم همه امیدوار هستند به کنفرانس ترکیه و این کنفرانس مهم و سازنده خود بود. اما حکومت افغانستان برای رهایی 7000 زندانی طالب شرط دارد. اینکه آغاز این روند با آتش بس و پایانش به یک توافق صلح بینجامد. کلچین مون د پایداره با عزت سولی ته رسیدو لپاره طالب اراده وڅی د افغانستان حکومت آماده دی چې د وزرو بندیانو په اړه باندې د خلاصیدو لپاره باندې بحث وکړي. دو طرف در حال برای مذاکره آمادگی نشان می‌دهند که قرار بود پیش از تکمیل روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان نشست استانبول درباره صلح افغانستان برگزار شود. اما برگزاری این نشست که بسیار مهم و حیاتی گفته شده است در حاله از ابهام قرار دارد.